آهنگ جدید امیر تاتالو منتشر شد. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریشو. لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آهنگ جدید امیر تاتالو به نام بهت منتشر شد. امیر تاتالو شب گذشته با منتشر کردن یک پست در کانال یوتیوبش نوشت: تو آهنگ بهت ما تنظیم بسیار متفاوت و زیبایی داشتیم. به علاوه بر میکس و مستر عالی به همراه نوازندگی بهترین نوازنده های کشورمون. جالبه بدونید ما تو این آهنگ از صدای مار بگیر تا کفتر و پشه و سوسک و نعره شیر و ببر و صداهای جغد و خیلی حیوانات دیگه هم استفاده کردیم. یعنی در واقع این موزیک تمام فرکانس های طبیعت رو در بر داره و شاید پیام خیلی از موجودات رو هم به همدیگه یا حتی به فرازمینی ها برسونه. راستش تو هیچ سازی نتونستم زجه‌ای که تو ناله کفدار هست رو پیدا کنم یا تو هیچ موجودی نتونستم بهتی که تو صدای جغد هست رو بشنوم. بهت به انسان میفهمونه که این زندگی یه موسیقیه و تمام موجودات جهان میتونن عضو گروه این موسیقی باشن و حق زندگی و نواختن و خوندن دارن. امیر تاتالو در ادامه این پستش نوشت: جالب اینجاست که درست جای حرف بعد یا در واقع همون نیش صدای مار زنگی میاد و موقع کلمه کفر صدای نعره شیر. واقعا این نوع طراحی تو موزیک برای اولین بار حتی تو تاریخ جهان بود که حتی به سوسک و پشه هم اجازه هنرنمایی داد و اتفاقا اونا هم از این امتحان سر بلند بیرون اومدن. آهنگ بهت به روی تنظیم کننده ها و خواننده ها و کلن به روی جامعه موسیقی یه در جدید باز کرد. بله، ما هم تبریک میگیم به آقای امیر تاتالو و امیدواریم بیشتر شاهد موفقیت های روزافزون ایشون به همراه حاج خانومشون سحرجان قریشی باشیم که البته سحرجان قریشی هم تو پشت صحنه بیکار ننشست و داره حواشی خودش رو به وجود میاره. به هر جهت ما هم امیدواریم که در این روزهای عزیز راز و نیازهای امیر تاتالو با سحرجان قریشی بیشتر و بیشتر باشه که احتمالاً شاهد اخبار و حواشی جدیدی از این زوج هنری در روزهای آینده خواهیم بود. همچنین امیر تاتالو با منتشر کردن یک پست دیگه نوشته: اینم از موزیک جدید و شروع آلبوم جدید بدون استراحت، تازه زیر تتو تمرینات کنسرت. ببینم روز کنسرت سر $200 آبروی ما رو میریزید زمین یا نه. جالبه بدونید که امیر تاتالو در لحظه ای که میخواست آهنگ بهت رو منتشر بکنه با انتشار یک پست نوشت: همش غر تنفر، همش بهت، همش بغض، زیر چشام کبود. بله دوستان عزیز، جالبه بدونید که قیمت بلیت کنسرت امیر تاتالو که قراره در 12 اردیبهشت ما در استانبول ترکیه برگزار بشه، قیمت این بلیت ها از $200 شروع میشه الی به بالا و امیر تاتالو از همه تاتالیتی ها و هواداراش درخواست کرده که در این کنسرتش از امیر تاتالو حمایت بکنن و در واقع هیچ صندلی خالی نباشه. البته امیر تاتالو از قبل اعلام کرده که اگر همه بلیت های کنسرتش فروخته نشه احتمال کنسل شدن کنسرت هست و همه اونایی هم که بلیت خریدن در واقع دیگه خودشون میدونن. ولی امیر تاتالو این پیامد رو به تاتالیتیا داده که باید تمام بلیت های کنسرتش خریده بشه توسط اونا و حمایت خودشون رو از تاتالو با خرید بلیت های کنسرتش اعلام کنن، وگرنه این کنسرت رو هم تعطیل میکنه و دیگه کنسرتی در کار نخواهد بود تا زمانش برسه و اعلام کنه که بله در چه تایم و در چه تاریخی کنسرت خواهد داشت. ولی خب بعیده که امیر تاتالو همچین کاری بکنه. به هر جهت ایشون سلطان تاتالیتیا هستن و خب همیشه هم تاتالیتیا از امیر تاتالو حمایت کردن و اصلا بعید میدونیم که ببینیم
اصلا ایشون بیلیتی هم برای فروش داشته باشن، چون ظاهرا بسیاری از تعطیلاتیا پیش پیش در واقع بیلیت کنسرت امیر تتلو رو ظاهرا خریدن و احتمالاً بیلیت نخریده شده‌ای وجود نداره. جالبه بدونید که امیر تتلو اعلام کرده که ترجیح میده این روزها حاج خانومش، عشقش، سهرجان و قریشیش رو در قرنطینه نگه داره تا ازش محافظت بکنه. امیر تتلو گفته خانواده، دوستان، همکاران سحر بهش خیانت کردن، به فکر جوونیش نبودن، به فکر سلامتیش نبودن، تا میتونستن ازش کار کشیدن، به سلامتی روح و روانش فکر نکردن و بهش ظلم کردن. اما حالا که ایشون زن من شده، همسر من شده، من شوهرش اجازه نمیدم تا بیشتر از این ازش سوء استفاده کنن، نمیذارم بیشتر از این ازش کار بکشن. متاسفانه به فکر زیبایی، سلامتی و روح و روان همسرم نبودم و تا میتونستم بهش خیانت کردم. از این به بعد من امیر تتلو به هیچ عنوان اجازه نمیدم کسی بخواد از همسرم سوء استفاده بکنه. من ترجیح میدم این روزها عشقم سحرجان قریشی در قرنطینه بمونه و من سعی میکنم این روزها بیشتر هوای سحر داشته باشم تا میتونم ماساژش بدم، غذای خوب بخوره، تو قرنطینه بمونه، ماساژ بدنیش میدم تا حرارت و انرژی بدنش بره بالا و همه اون بلاهایی که در پشت صحنه سریال ها و فیلم ها سرش آوردن، همه اون بلاهایی که خانواده و رفیقاش سرش آوردن، انرژیش در واقع از بین بره و انرژی تازه‌ای بگیره. عشقم سحر قریشی خیلی سختی کشیده و من نمیذارم از این به بعد این همه سختی رو تحمل بکنه و تا زمانی که من اجازه ندام و خودش نخواد از این قرنطینه‌ام بیرون نمیاد و فعلا من ترجیح دادم که یکم از حواشی و جنجال‌هایی که برای عشقم سحر قریشی اتفاق افتاده یکم ایشونو دور نگه دارم و حواشون همه جوره داشته باشم. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به صحبت‌های امیر تتلو در مورد آهنگ جدیدش بوه در قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید و اگر شما هم جزوی از تتلیتیا هستید و از طرفداران امیر تتلو و سحر قریشی هستید، لطفاً در قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید که آیا حاضرید $200 بابت خرید بلیت کنسرت امیر تتلو بدید و برید در کنسرت شرکت کنید یا نه؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا لینک این ویدیو و کانالمون رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر بکنید و همچنین در کشورهای انگلیس و کانادا و استرالیا و شهرهای مختلفشون مخصوصا، و لطفا زیر هر یک از ویدیوهامون نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و ویدیوهامون رو لایک کنید و لطفا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریش و با عضویت در کانال حاشیه مدیا جز و اولین نفرها از اخبار و حواشی هنرمندان باشید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. شب و روز با شما عزیزان خوش.